بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان کانال ادعیه و علوم غریبه ملکوتی. دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جای این کره خاکی که هستین لبتون خندون و جیبتون پرپول. دوستان عزیز، بنده ملکوتی هستم و امروز میخوام یک دعای بسیار مجرب و قرآنی جهت دفع چشم زخم برای شما عزیزان آموزش بدم که با انجام دادنش بتونید از وجود چشم زخم در زندگیتون در امان باشید. انجام دادن این دعا هم نیاز به اذن و اجازه خاصی نداره و افراد عادی هم میتونن که این دعا رو انجام بدن. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه آموزش، خیلی ممنون میشم برای حمایت از بنده این ویدیو رو لایک کنید. خب دوستان عزیز، دعایی که مشاهده میکنید دعای دفع چشم زخم هست. برای انجام دادن این دعا باید شما ابتدا وضوء داشته باشید. بعد از اینکه وضوء گرفتین باید بدنتون پاک باشه، لباسهایی که میپوشین پاک باشه و در مکانی ساکت و آرام اقدام به نوشتن کنید. خب ساعت نوشتن، باید ساعت نوشتن رو ما ساعت سعد اقدام کنیم. دوستان عزیز، ساعت سعد. پس مرحله اول وضوء، مرحله دوم توجه به ساعت. ساعت سعد و نه ساعتی از شبانه روز هستن، اینو که همه شما عزیزان میدونید و بنده سعی میکنم در هر کلیپ توضیحاتی مختصر بدم که نکته مبهمی توی ذهنتون باقی نمونه. بعد از اینکه وضوء گرفتیم و در ساعت سعد خواستیم اقدام به نوشتن کنید، نوع قلم مهمه. باید شما این دعا رو با جوهر روحانی بنویسید. جوهر روحانی. دوستان عزیز، جوهر روحانی همون ترکیب گلاب و مشک و زعفرانه که در یک ویدئوی کامل توضیح دادم براتون. میتونید برید تو کانالمون اون ویدئو رو ببینید. دوستان عزیز، با جوهر روحانی باید این دعا رو بنویسید. اما به استثناء عزیزانی که نمیتونن جوهر روحانی تهیه کنن و در دسترسشون نیست، میتونن با قلم مشکی هم این دعا رو بنویسن، هیچ ایرادی نداره. اما بنده دارم طبق نسخه و دستور اصلی دعا براتون توضیحات رو میگم که عزیزان میخوام با این دستورات انجام بدن که بهترین نتیجه رو از دعا ببینن. هنگام نوشتن این دعا هم باید بخورات خوشبو بسوزانید که بنده بخور جاوی سفید رو به شما توصیه میکنم. بخور جاوی سفید برای این دعا مناسبه و عزیزانی هم که شرایط ندارن بخورات تهیه کنن، میتونن یک عود خوشبو روشن کنن. خب دوستان عزیز، بعد از اینکه این مراحل رو انجام دادید، دعا رو انجام دادید، نوبت میرسه به انجام اعمال. بر فرض مثال شما یک وسیله نقلیه خریدین و میخواین که بر اثر اون وسیله نقلیه که خریدین از چشم زخم مردم در امان باشید، باید این دعا رو با پارچه سبز آب ندیده، پارچه سبز آب ندیده یعنی پارچه‌ای که تا به حال استفاده نشده، این دعا رو داخل ماشینتون بذارید. و یا بر فرض مثال یک منزلی خریداری میکنید شما و میخواییم که بر اثر اون منزلتون چشم نخورید و از چشم زخم در امان باشید، باید این دعا رو داخل منزلتون سمت قبله منزلتون آویزان کنید. و حتی اگر هم بر فرض مثال وسیله خریداری نکردید و میخواید کلن به طور کل از چشم زخم خاص و عام در امان باشید، باید این دعا رو همراهتون نگهداری کنید. توجه کنید هنگامی که توالت میدین این دعا به هیچ عنوان همراهتون نباشه، چون که این دعا یک دعای قرآنیه و
گناه و خلاصه باطل میشه. برای این دعا نیاز به اسم خاصی نیست، پس بر فرض مثال اسم خودتون و مادرتون رو نیاز نیست بنویسید اگر برای خودتون دارید انجام میدید، اما اگر برای شخص دیگری این دعا رو میخواین انجام بدیم حتما زیر دعا اسم فرد و مادرش رو ذکر کنید. دوستان عزیز، توضیحات کامل این دعا رو خدمتتون عرض کردم، عکس واضح این دعا هم داخل کانال تلگرام براتون به اشتراک میذارم که راحت تر بتونید انجامش بدید. عزیزانی هم که شرایط انجام دادن ادعیه رو نداشتن میتونن با شماره واتساپ ما هماهنگ کنن که با کمترین هزینه براشون انجام بدیم. همچنین دوستانی هم که خارج کشور هستن امکان ارسال ادعیه انگشتر و حرص ها وجود داره، براشون میتونیم ارسال کنیم و همچنین به صورت نیابتی هم قابل انجام هست. و سوالاتی که اکثر شما عزیزان توی کامنت ها از بنده میپرسین، حالا در مورد ساعت سعد و نحسه که اینو گفتم یک موضوع عادی هست، و نکته مهم در مورد نوشتن دعاها ایام قمر در عقرب هست. دوستان در زمان قمر در عقرب دعاها رو انجام ندین چون که تأثیری برای شما نداره و حتما در ساعت سعد اقدام کنید به نوشتن. دوستان عزیز، امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. خیلی ممنون از شما که تا اینجا ویدیو همراه بنده بودین. با لایک کردن از ما حمایت کنید، اگر هم کانال ما رو ندارید سابسکرایب کنید، چون که هر روز آموزش های رایگانی رو در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. خداوند یار و نگهدارتون.